ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام. من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، تو خالق دشتا که و بیابانی، رحیم و رحمانی، خدای سبحانی، بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. سپاره 27 سوره الذاریات آیت 38 و بیشتر من سپاره دی الذاریات سورت ات دیشم نمبر آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين أما بعد ببارگاه پاک الله جل جلاله دعا میکنم که ما را از جمله بنده های نیک و صالح خود بگرداند الله جل جلاله به ما و شما علم نافع و عمل صالح نصیب بگرداند الله جل جلاله بالای ما اولادها خانمها و تمام مسلمانها رحم و برکت خود را عطا بفرماید امروز در قسمت های آخر سوره الذاریات که از جمله سوره هایی است که قبل از هجرت نازل شده و بعد از این سوره طور در پیشوی ماست این هم از جمله سوره هایی است که قبل از هجرت نازل شده مسائل عقیده در این سوره ها بحث میشه در این قسمت از آیات الله متعال بعضی قصه های پیغمبرها را به صورت مختصر ذکر میکنند در اینجا دو هدف در نظر است یکی که او اقوامی که به پیغمبرها ایمان ناوردن سرنوشت و عاقبت از اونها چی شکل بود یک مطلب است مطلب دیگه است که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلی و اطمینان است تو در دعوت خود دوام بده با حوصله با جرأت ای که کسی که ایمان میاره یا نمیاره ای وظیفه تو نیست ای دو مطلب اساسی در این قصه هاست که بر تو تسلی شود اطمینان شود و در زمین ای کسانی که ایمان نمیرن در اونا یک تهدید است یک وارنگ است قومی که ایمان ناورد شما سرنوشتشان ببینید که چه قسم اونا زندگیشان خاتمه یافت و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین در قصه موسی علیه السلام اذ ارسلناه وقتی که ما ای را روان کردیم ای را فرستادیم الى فرعون و فرعون به سلطان مبین به دلیل واضح حجت پروف و دلیل واضح ای را برش دادیم و گفتیم که تو برو پیش فرعون
اورا به طرف توحید دعوت کو برش بگو که تو پای تو خدا نیستی، تو بنده خدا هستی. فتولا به رکنه، تولا روی خدا گشتان، فرعون روی خدا گردانی. به رکنه، رکن قسمی که ما شما میفهمیم جمعش چیست؟ جمع رکن ارکان، میگم که ارکان اسلام، ارکان ایمان. رکن پایه را میگه، ستون را میگه. خود در اینجا مفهومش امون لشکر و آرمی کلانی که فرعون داشت، همین ستون هم که هست، بخاطر ستون است که سر از او آدم تکیه میکنه، بسیار دل آدم پر میباشه. فتولا به رکنه، روی خود را گردانید فرعون با مو لشکر و آرمی و عسکری که داشت، با او بسیار مغرور بشد و روی خود را گردانید. و قال ساحران، و گفت که موسی علیه السلام چی است؟ جادوگر است. او مجنون یا یست که دیوانه است. وقتی که سخن خوب بر شاول چی میکنن؟ میگه که جادوگر است و یا یست که دیوانه است. فرعون میفهمید که موسی علیه السلام دیوانه هم نیست، جادوگر هم نیست، به خاطر که مردم را مشغول بسازه، مردم را فریب بده، ای گپ میزنه، به خاطر که پادشاهی خود چی کنه؟ حفظ کنه. به صفت مسلمان وقتی که ایره مطمئن بوده که من در راه حق روان هستم، در راه چی روان هستم؟ باز بعد از اون گپ مردم بی تفاوت است، گپ مردم خلاص نمیشه. یکی از علما اتوره یک مثال میتن، میگه که فکر کن که به دستت یک کیلوگرم طلا است، یک کیلوگرم طلا خالص است، مطمئن هستی که این طلا خالص است. اگر مردم هر چیز بگه که این یک آهن بیفایده است، این طلای تو را نمیتونه که به یک چیزی به فایده بدل کنه. طلای تو طلاست. مردم که هر چیز بگوین، طلای تو را به چی بدل نمیتونن؟ به یک آهن به فایده تبدیل کردن نمیتونن. بناً انسان در تلاش ازی باشه به خداوند دعا کنه که به من راه حق را نشان بده. وقتی که انسان راه حق را پیدا کرد، باز بعد دو پشت گپ مردم هیچ وقت کسی نگرده. ای حق و طلایی که به دستت است، ای به گپ مردم به باطل و آهن بیمفهوم تبدیل نمیشه. بناهن موسی علیه السلام با خود امو طلای خالص، امو حق سالم را پیش خود داشت و فرعون میگفت که یا جادوگر است و یا دیوانه است. وقتی که فرعون ایمان ناورد، فأخذناه، ما ایره گرفتیم. خداوند میگه ما ایره هلاک ساختیم. فأخذناه، ایره گرفتیم و جنوده و امو عساکرش و لشکرهاش را گرفتیم. فنبذناه فی الیم، نبذناه، اینها را انداختیم فی الیم در بحر. و هو ملیم، در حالی که این ملامت بود. این فرعون چی بود؟ این ملامت بود. این کار کرد که مناسب توبیخ بود، سزاوار تهدید و سرزنش بود. و هو ملیم، کلمه ملیم از چی گرفته شده؟ از لوم، و لوم ملامتی رو میگن. کار کرده بود که باید سرزنش میشد، باید ملامت میشد. هر قومی که به پیغمبر ایمان نبیاره سرنوشتش هلاکت است. و فی عاد، در قوم عاد، یکی از اقوام گذشته بود، اذ ارسلنا علیهم الریح، وقتی که ما طبیعیست که پیغمبر برشان آمد، کتاب آورد، معجزه آورد، ایمان ناوردن. پس در قصه قوم عاد یک درس است. اذ ارسلنا،
وقتی که ما رواب کردیم علیهم بالای زینها الریح امو باد الحقیم امو بادی که عقیم بود این به خاطر از این عقیم میگفت که در بین از او خیر نبود در بین از او برکت نبود چرا؟ صفتش چطور است؟ ما تذر من شیء اتت علیه کلمه با کلمه بی ما تذر من شیء نمی گذاشت من شیء هیچ چیز را اتت علیه وقتی که این ریح میامد سرش الا جعلته مگر میگردانید امو چیز را کر رمیم رمیم چی را میگه؟ رمیم وقتی که استخوان مرده وقتی که به خاک پوسیده به خاکستر بدل میشه او را رمیم میگه وقتی که این قوم عاد ایمان ناوردن الله جل جلاله ایره 8 روز ای باد دواندار با قوت و شدت خود بالا از اینها دوام داشت 8 روز ای باد را باد عقیم انسان را میگه که خانهش بچه نمیشه اگر مرد است یا دختر است یا زن است کسی که خانهش اولاد نمیشه او را عقیم میگه ای باد را به خاطر عقیم میگه که در این کدام خیر و برکت نبود وقتی که این بالای هر چیز تیر میشد او را مثل امو خاک یا خاکستر تبدیل میکرد 8 روز این بالای از قوم دوام داشت قومی که ایمان نمیرن عاقبت از او به این شکل است این سرنوشت قومی که بود قوم عاد بود مثال دیگر ببینید و فی ثمود در قصه قوم ثمود اذ قیل لهم وقتی که برشون گفته شد تمتعوا شما استفاده کنید شما زندگی کنید متاع بهره انجوی کنید حتی حین تا یک وقت تا 3 روز خداوند برشون وقت داد طبیعیه که پیغمبر آمد معجزه آمد ایمان ناوردن برشان خداوند 3 روز وقت داد اینا فحت و اینها سرکشی کردن عن امر ربهم اینها از پروردگار عتو سرکشی کردن از امر پروردگارشان فاخذتهم الصاعقه اینها را گرفت امو چیغ امو آواز بلند یا امو سکریم چی کرد اینها را گرفت و هم ینظرون در حالی که اینا چی میکردن؟ سیل میکردن آواز و چیغ بلند برایشان آمد و چی کرد اینا را همشان هلاک کرد بله نمیشون سا امی 3 روز وقت که خداوند در خان به ثمود داد ایره از دهان پیامبر علیه السلام برشان گفت در سوره هود خداوند جل جلاله اینه گفت سوره هود باز شما مراجعه کنید در سوره هود خداوند میگه که قال تمتعوا في داركم 3 ايام چون این قصه ها تکرار میشه آن فقط اشاره مختصر شده وقتی که ایمان ناوردن خداوند برشان 3 روز مهلت داد بعد از 3 روز عذاب بالای شما میاد توضیح 3 روزش در سوره هود در سپاره تقریبا 12 اونجا ببینید پیداش میکنید فعتوا عن امر ربهم اینها سرکشی کردند از امر پروردگارشان فاخذتهم الصاعقه اینها را امچیغ و آواز بلند گرفت و هم ینظرون در حالی که اینها سیل میکردند در حالت سیل کردن بودن همین 3 روزی که تکمیل شد این عذاب چی شد بالا از اینها آمد فما استطاعوا من قیام اینا نتونستن که استاد شوند فما استطاعوا من قیام وقتی که اینمی چیغ و آواز بلند بالای جنها آمد فما استطاعوا اینها نتانستند چی را نتانستند من قیام قدرت و استطاعت استادش قیام نمیتانستند فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرين
اینها از جمله مردم های کامیاب نبودند. منتصر کسی که برش نصرت و کمک میاد. منتصری نبودند. اینها قومی بودند که چی شدند؟ اینها هلاک شدند. ایمان نوردند هلاک شدند. قوم نوح علیه السلام را ببینید و قوم نوح و قوم نوح علیه السلام من قبل و پیش از اینها. اینهم کانو قوم فاسقین. اینها همه چی بودن؟ یک قوم فاسق و بدکار بودن. در پهلوی ای که ایمان نمی آوردن همچنان اینا چی بودن؟ بدکار بودن. اعمالشان خراب و پوچ بود. و السماء بنيناها آسمان. آسمان را الله جل جلاله میگه که ما بنیناها، ما جورش کردیم. ما آسمان را جور کردیم به ایده، ما ای را به قوت جور کردیم، محکم جور کردیم. در تفسیر ایدن جمع ید است و ید دست میگه. خو عموما عبدالله ابن عباس و از او که پایین‌تر علمایی که تابعین هستند و اهل تفسیر هستند، می الله جل جلاله این آیت را اینطور تفسیر میکنند که ما آسمان را جور کردیم به قوت، قوی ساخته میره، پایه نداره، ستون نداره. و انا لموسعون. الله جل جلاله میگه که ما قدرت داریم، توان داریم که ایره ما چی کنیم. کلمه موسعون یعنی چی؟ ما ایره وسعت و اکسپند کرده میتونیم، ما ایره وسیع ساختیم. آسمان بسیار کلان است. این کره زمین و این ستاره هایی که در آسمان زیاد است، میلیون ها ستاره است، و زمین که بسیار ستاره خرد است در مقایسه با او ستاره ها. بناهن آسمان بسیار کلان است. الله جل جلاله اینو میگه ما ایره با قوت آسمان را ساختیم و ما ایره کلان ساختیم. و الارض فرشنا. و زمین ما چی کردیم؟ ما ایره هموار و ایره گسترده ساختیم. در اینجا یکی از علما میگه که مفهوم از ایست که ما زمین را قسم پیدا کردیم که شما با آسانی و با سهولت در بالای زمین زندگی کرده میتونید. وقتی که خداوند میگه که ما آسمان را، زمین را هموار ساختیم، این مفهوم از این نیست که زمین گرد نیست. زمین گرد است. ما ایره برای شما اتر هموار ساختیم که با آسانی بالای از شما زندگی میتونه. در عین وقت این زمین چی است؟ به شکل کره و گرد است. یکی با دیگه چی نداره؟ تکر و تناقض نداره. و الارض و زمین فرشناها. ما ایره گسترده و هموار و آسان ساختیم. فنعم الماهدون. فنعم بسیار خوب. ما که هستیم فنعم الماهدون. کلمه ماهد کسی که مهد میکنه، هموار میکنه و گسترده میسازه. ما بهترین هموار کننده یا گسترانده هستیم. و من کل شیء خلقنا زوجین. و من کل شیء، از هر چیز خلقنا، ما پیدا کردیم زوجین جفت. از هر چیز ما مذکر و مؤنث، میل و فیمیل ما پیدا کردیم. از هر چیز. علما میگه که در نباتات هم میل و فیمیل است، مذکر و مؤنث است. حتی در برق هم مثلا چی است؟ مثبت و منفی و غیره. این مسائل در این عصر تازه پیدا شده، سابق کسی موضوعات نمیفهمید. پس در قرآن کریم پر از علم و پر از حقایق است که ساینس آهسته آهسته به این درجه میرسه. بناء الله جل جلاله میگه که و من کل شیء، از هر چیز خلقنا، ما پیدا کردیم. کلمه هر چیز متوجه هستیم؟ اینطور نمیگه که از هر انسان، از هر چیز.
ما پیدا کردیم زوجین جفت جوره جوره لعلكم تذكرون تا که شما درس بگیرید تا بر شما یک تذکر و یک ریمایندر باشه ببینید که متوجه سخنتون باشین متوجه عملتون باشین ایمان بیارین و به طرف کفر شما نرین ففروا الى الله شما چی کنین؟ فرار کنین شما بگریزین شما پناه ببرین به الله جل جلاله پناه بردن یا فرار کردن به الله جل جلاله یعنی چی؟ مفهوم از چی است؟ به این معنی که او را به توحید بشناسین و از اوامرش اطاعت کنین او چیزی که پیغمبرش آورده شما به او عمل کنین بسیار آسان است به خداوند رجوع کنین او را با توحید بشناسین و از پیغمبرش اطاعت کنین این فرار و رجوع کردن به طرف الله جل جلاله میگن هر چیزی که انسان را به عقاب و عذاب الله میرسانه هر چیز او کدام چیز است که انسان را به عذاب و عقاب میرسانه کدام چیز است یکی کفر است و یکی معصیت است کسی که ایمان نداره به کفر خود به کجا میرسه؟ به عذاب خدا میرسه مسلمانی که مسلمان است به معصیت خود به گناه خود به کجا میرسه؟ به عقاب و عذاب الله میرسه پس شما چی کنین؟ فرار کنین از عذاب خدا توسط چی؟ توسط گریختن از کفر و از معصیت پس شما فرار کنین به کجا؟ به طرف توحید درست؟ به طرف یا به طرف نعمت خداوند به طرف جنت خداوند انسان به کدام چیز به جنت خداوند میرسه؟ به توحید و به پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این پیش خود ما شما تارگت قرار بدیم در دست راست شما رضایت الله خوشنودی الله جنت است هر چیزی که انسان به او میرسانه شما به او چنگ بزنید در دست چپ اگر دوزخ است یا عذاب خداوند است هر چیزی که انسان را اگر عقیده است یا عمل است وقتی که انسان را به عذاب خدا میرسانه از این چیز شما خود نگاه کنید و این چیزی که در دست راست به چنگ بزنید پس شما فرار کنید به طرف الله جل جلاله اینی لکم منه نذیر مبین یقینا ما به شما از طرف الله جل جلاله نذیر ترساننده هستم شما را می ترسانم از عذاب خداوند مبین آشکار موضوع بخی واضح است ولا تجعلوا مع الله اله آخر شما نگردانین امرای الله جل جلاله کدام معبود دیگر کدام خدای دیگر در کلی الله جل جلاله پیدا نکنید اینی لکم یقینا ما به صفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقینا ما لکم بر شما منه از طرف الله نذیر یک ترساننده بسیار چی هستم؟ واضح و روشن هستم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول در گذشته ها وقتی که پیغمبر به قوم می آمد او قوم می گفت چی است؟ به پیغمبر می گفت که جادوس جادوگر است یا دیوان است این گپا با پیغمبرها در سابق گفته شده برای هیچ پیغمبر ایتو پیغمبر نگذاشته مگر اینکه این گپ برش گفته شده بازم این گپ تکرار میکنم که وقتی که امرای انسان حق باشه میفهمی که در دست چی است؟ امو تلای خالص است
باز بعد از اگر مردم بگه که آهن است و این مس است، گپ مردم اطلاع را خراب نمیکنه. بانک مردم هر چیز میگه. مردم تاپه‌های مختلف میزنه. حق همیشه پیروانش کم است، زیاد نیست. مردمی که پشت هوا و هواس و سیل و ساتری و این مسائل میگرده، اونا تعداد زیاد است و بگیر نمان و سنت و دسترخانه چلب است، تا میشه و بالا میشه، بیروبار سنت. اما موضوع حق و حقیقت موضوع چی است؟ او اطور نیست. بخاطر که در اوجه ضرورت نیست کسی به کسی به اصطلاح چاپلوسی کنه. معلم حق خود میشناسه و شاگرد حق خود میشناسه. کسی به کسی سجده نمی کنه، کسی به کسی نظر نمی کنه، کسی به کسی به اصطلاح خود خم نمی کنه. اما در جاهایی که علم نباشه هیچ معلوم نیست حق در کجاست. کلی می نان خود منظم می خورم، شکم خود چرب می کنم، ولی در بین حق نیست، علم نیست. مسائل دینی، توحید، مسائل دینی بیان نمیشه. به او خاطر پیروان حق همیشه چی است؟ کم است. کذالک به میشکل ما اتى الذین من قبلهم، نامده برای کسانی که پیش از اینها بود، من رسول هیچ پیغمبر، الا قالوا، مگر گفتن که ساحر ای جادوگر است او مجنون یا دیوانه است. اتواصوا به، آیا یکی به دیگر وصیت کردن، سفارش کردن به بیگر؟ وقتی که برای کل پیغمبرها ای گپ گفته میشه، آیا این قوم ها یکی به دیگر وصیت کرده، سفارش کرده؟ اگر برای شما پیغمبر میاد، برش بگن که یا دیوانه است یا جادوگر است. خداوند میگه آیا یکی با دیگر اینا هم تو وصیت کردن؟ وقتی که پیغمبر میاد شما میگه که برش بزنید؟ بل هم قوم طاغون، بلکه اینها قوم سرکش هستن، طغیان میکنن. فتول عنهم، تو روی خود در متری بوی تا بگردان ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فما انت بملوم، تو چی نیستی؟ تو ملامت نیستی. چرا تو ملامت نیستی؟ به خاطر که تو خواهم وظیفیت ادا کردی. رسالت و امانتی که الله جل جلاله برات داده بود، این رسالت و این امانت را به شکل درستش تو ادا کردی، زحمت کشیدی، تکلیف کشیدی، بنام تو چی نیستی؟ تو ملامت نیستی. اینا هر گپی که میزنن، جادوگر یا دیوانه یا هر چیزی که میگن، تو ملامت نیستی، تو وظیفت دوام بده. و ذکر و چیکو ریمایند کو، مردم تذکر و بیادشان بده، تذکیر کو. در این مورد در حقیقت انسان ها همه چی است؟ مسلمان پیدا میشه. باز بعد در مراحل بعدی انسان چی میشه؟ غافل میشه. انسان غافل میشه، مسائل زیادش میره. کلمه و ذکر مفهوم از چی است؟ مفهوم از این است که انسان در فطرت خود، در چی خود؟ در نیچر خود، در فطرت خود انسان چی است؟ مسلمان است. خو آله که سرش گرد شیشته، خاک شیشته، آله تو چی کن؟ و ذکر، تو ریمایند کن، تذکر بده. فَإِنَّ الذِّكْرَ، یقیناً ای تذکر دادن و ای پند دادن و ریمایند کردن که از تنفع المؤمنین، فایده میرسانه، نفع میرسانه برای مؤمنین. کسی که مؤمن نیست، اگر تو برش تذکیر هم کنی، او ایمان نمیاره. اما کسی که مؤمن است، ایمان داره، وقتی که برش ریمایندر بیاید، او متوجه میشه و دست میگیره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
ما پیدا نکردم من پیدا نکردم الله جل جلاله چی میگه و ما خلقت الجن ما پیدا نکردم جن و انسان الا ليعبدون مگر اینکه من عبادت کنم انسان و جن خداوند به خاطر عبادت پیدا کرد ما این متوجه باشیم که ما به خاطر چی پیدا شدیم ما به خاطر عبادت پیدا شدیم هدف اساسی و هدف دور آخرت است این دنیا هدف آخری نیست اینطور نشود که تمام انرژی خود را تمام وقت خود را من به خاطر دنیا مصرف کنم من پیسه پیدا کنم من خانه بخرم من موتر بخرم من بزنس بخرم من هالیدی برم من ایتو کنم من ایتو کنم و از آخرت غافل باشم خداوند ما را به خاطر پیدا نکرده انسانی که غافل است ای خاصیتش است انسانی که هوشیار است او چی میکنه؟ او بر آخرت خود کار میکنه در یکی از حدیث سابق هم تکرار کرده بودیم و حدیث چی میگه که؟ الکییسو من دام نفسه کییس آدم چی را میگه؟ آدم هوشیار کسی است که امروی خود محاسبه میکنه که چقدر خوب کردی چقدر بد کردی برای آخرت چقدر تیاری گرفتی؟ این آدم هوشیار میگه و عمل از ما بعد الموت و برای بعد از مرگ عمل میکنه تیاری میگیره یادم یقینا آدم هوشیار میترسه انسان هر قدر آرام شود هر قدر زندگی خوب داشته باشه بازم زیاد زندگی نمیکنه تیر میشه والعاجز و آدم عاجز کسی است که چی میکنه؟ اتمن اتبع نفسه و هوا کسی که نفس خود را تابع هوا و هوس میگردانه و تمنا علی الله الامانی و آرزو کرده میره یک دفعه ما پیسه دار شدم باز بسیار صدقه میتونم یک دفعه ما چی کنم 55 ساله شدم باز از من حج میرم یک دفعه مثلا اگه یک ذره صحت مند شد باز من هفته 3 روز روزه میگیرم اینی در آرزوها میگه که انسان عمل فراموش میکنه آرزو کرده میگه ایره چی میگه؟ ایره انسان توانگر انسان عاجز ایره میگه ما به خاطر عبادت پیدا شدیم ما به خاطر آخرت باید کار کنیم به خاطر از این دنیا ما پیدا نشدیم کسایی که مثلا در سال فکر کنیم که 1800 1800 پیدا شده امروز وجود نداره یا کسایی که در 1900 پیدا شده امروز وجود نداره در 2000 مثلا 20 یا 2040 شاید ما نباشیم در اینجا به او خاطر ما را الله جل جلاله به خاطر چی پیدا کرده به خاطر عبادت ما باید هوشیار باشیم انسان عاجز نباشیم انسان کلیس انسان هوشیار باشیم خداوند جل جلاله این آسمان ها را پیدا کرده ستاره ها را پیدا کرده زمین پیدا کرده او به این ضرورت نداره که کسی بر از او نان بده کسی بر از او طعام بده خداوند از ما نان و طعام نمیخواد از ما عبادت میخواد بندگی میخواد پیروی از پیغمبرش میخواد ما اريد منهم الرزق ما اريد ما اراده ندارم من نمیخواهم من هم از انسان ها از انسان و جن من رزق هیچ رزق و ما اورید و ما نمیخواهم ان یطعمون که بر ما اینا طعام بده ای کل چیزا رو خداوند پیدا کرده تمام انواع رزق و ای گوشت و ای ترکاری و میوه این همیشه خداوند پیدا کرده نمیخواه که ما به خداوند یا رزق یا طعام بده این الله هو الرزاق رزاق رزق دهنده حقیقی که است این الله ذو القوت صاحب قوت متین بازم قوت و متین هر دویز چی است تقریبا با هم شباهت دارم و
مانوج یکی است. فإن للذين ظلموا بدون شك کسانی که ظالم شد ظلم کردن بر از اینها چیست؟ ذنوبن بر از اینها یک اندازه یک مقدار از ذنوبن یک مقدار از عذاب است مثل ذنوب اصحابهم مثل مقدار گناه یا عذاب اصحابهم از دیگر رفیقا و دوستانشون که سابق کسایی که ایمان نبود کسایی که معصیت نکرد معصیت کردن کسانی که ظلم کردن امو یک مقدار عذابی که برای اصحابشان برای رفیقا و یارهایشان داده میشن برای اینا هم داده میشن فإن للذین ظلموا بدون شب برای کسانی که ظلم و ستم کردن ذنوبا یک مقدار از گناه و از عذاب مثل ذنوب اصحابهم مثل امو مقدار از گناه اصحابشان از دیگه اقوامی که گذشت فلا یستعجلون اینها عجله نکنند عذاب خدا را عجله نکنند فویل للذین کفروا عذاب و هلاکت است هلاکت است للذین کفروا برای کسانی که کافر شدند من یومهم از روز آنها الذی یوعدون عذابی که بر آنها در روز قیامت الله جل جلاله چی میکن؟ وعده میکن بر از اونها چی است؟ بر از اونها هلاکت و عذاب است سوره تور هم از جمله سوره های مکی است که از مسائل مشهور امو سه کلمه مشهوره که ایمان به چی بود؟ ایمان به توحید است ایمان به رسالت است و ایمان به چی است؟ به آخرت از مسائل اساسی عقیده که بحث میکنه این سه محور یا سه موضوع مهمی شد در اینجا الله جل جلاله بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم و طور قسم میخوره به کوه طور ای امو کوهی است که الله جل جلاله برای موسی علیه السلام چی کرد؟ در روز وحی نازل کرد در روز با موسی علیه السلام صحبت و کلام الله جل جلاله صورت گرفت و در اینجا برش بعض احکام را الله جل جلاله در این صحبت و در این وحی بیان کرد وقتی که میگم الله جل جلاله با موسی علیه السلام صحبت کرد چی گفت؟ برش وحی کرد چی را وحی کرد؟ بعض احکام را برش بیان کرد خداوند جل جلاله به این کوه طور چی میکنه؟ قسم میخواهد و کتاب مسطور و قسم به کتابی که ای چی شده؟ ای کتابی که نوشته شده یا یه قرآن کریم است یا لوح محفوظ است قسم به قرآن کریم و یا قسم به لوح محفوظ وقتی که الله جل جلاله قسم میخوره معنی است که چیزی که بعد از این میاد او بسیار مهم است و کتاب مسطور و قسم به کتابی که سطر شده نوشته شده یا مکتوب است فی رق منشور در اوراق در صحیفه ها منشور تو چی است؟ او باز شده و گشوده شده قسم به این چیز الله جل جلاله چی میکنه؟ یاد میکنه و بیت المعمور و قسم به بیت المعمور امو خانه ای که در بالا است قسمی که در زمین کعبه شریف است انسان ها و جن ها چی میکنن؟ طواف میکنن به می شکل در اوجا در بالا الله جل جلاله در اوجا این بیت معمور را پیدا کرده در بالای آسمان هفتم است در بالای کجاست؟ آسمان هفتم است امام مسلم رحمت الله علیه در مورد از این حدیث را از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل میکنند در حدیث اسراء و معراج در قسمت البیت المعمور رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که بیت المعمور به ما چی شد بلند شد بیت المعمور به ما چی شد بلند شد
برای جبریل علیه السلام گفتن که ما هذا ای چی هست؟ به من گفت که هذا البیت المعمور، ای بیت معمور هست. هر روز 70,000 ملائکه در ایجه چی میشه؟ داخل میشه. هر روز. وقتی که این 70,000 ملائکه در داخل بیت معمور داخل شد، بازبود از او خارج میشه. باز تا روز قیامت برای دوباره نوبت نمیرسه که باز بعد از دوباره دور بخوره داخل بیت معمور شه. این قسمی است که در حدیث صحیح در کتاب مسلم رحمت الله علیه آمده. پس قسم به چیزهایی که ذکر شد از جمله از چیزها چی است؟ البیت المعمور و سقف المرفوع و قسم به می سقف و می آسمان. المرفوع کوچی است، او بلند است. او را الله جل جلاله بلند ساخته، بلند ساخته بدون چی؟ بدون پایه، بدون ستون. قسم به ای سقف، ای آسمانی که برای دنیا چی است؟ مثل همی سیلنگ یا مثل سقف است، مثل چتوار است. و البحر المسجور، قسم به بحر. کدام بحر؟ المسجور. مسجور دو معنا، علما دو معنا کردن. یکی بحری که مسجور به این معنا که پر است، از آب و غیره چیزها که پر است. یکی معنای دومش این که بلدی به آتش پر میشه. بحری که از آتش به آتش تبدیل میشه. همین بحرهایی که میبینیم این کلش چی میشه؟ بازی به آتش تبدیل میشه. و البحر المسجور، و قسم به بحری که یا پر است و یا یسته که در بین از آتش است. در سوره شاید تکویر باشه چی میگه؟ و ایده البحار سجرت. کلمه سجرت و مسجور یکی با دیگه ارتباط دارنه. وقتی که این بحرها به آتش تبدیل شد استامیش جوشان گفت؟ بله؟ جوشان. خب اگر هر جوشان اگر به آتش بگه که توسط آتش نه دیگه، فقط اینه باز چی بگیم که از شعات بحری که قسم به بحری که به شعله به آتش. اگر جوشان بگیم مانه که گرد نه، او دیگه حمیم مثلا یکی از آب، صفات آبی که در دوزخ است حمیم مثلا. اما این یا قسم به بحری که پر است و یا یکی چی است؟ بحری که آتش است. پر از آتش نه، یعنی آتش است. قسم یاد کرد الله جل جلاله. جواب قسم چی است؟ این عذاب ربک لواقع. بدون شک عذاب پروردگار تو چی است؟ لواقع، واقع میشه. بازی رو تکرار میکنم که آدمی که هوشیار است او باید متوجه باشه. میگه مثل که یک شاگرد در مکتب است. یک شاگرد است که در طول سال او چی میکنه؟ زحمت میکشه. وقتی که امتحان میاد باز در امتحان با آسانی کامیاب میشه بخاطر اینکه زحمت کشیده. و یک شاگرد است که همونطور بی تفاوت از غافل است. داخل امتحان میشه، وقتی که از صنف میبره یا از امتحان میبره دفتر خود خالی میته به معلم یا همونطور چیزهای به امام نوشته کرده. امکان داره که آدم کامیاب شود؟ بناهن وقتی که انسان در این دنیا یه هم یک امتحان است. این نگویم که من در ایلیبر هستم باز باز ما که در پانتون نفتم باز من زحمت میکشم، من عبادت میکنم. نه، پانتون که رفتی و بشوی چلنج های دیگه پیدا میشه. این عذاب ربک لواقع، بدون شک عذاب پروردگار تو لواقع، حتما واقع شدنی است. ما له من دافع، او را کسی دفع کرده نمیتونه، دور کرده نمیتونه. یوم تمور السماء مورا،
يوم در روز قیامت تمور السماء امی تمور با بلرزه تمور السماء وقتی که آسمان بلرزه موران بلرزیدن به شدت و قوت ای آسمان قوی بیشتر گفتیم که الله جل جلاله و آسمان را به شکل قوی پیدا کرده در روز قیامت اینمی آسمان قوی چی میشه؟ تمور و این میلرزه به شدت میلرزه و تسیر الجبال و سیرا امی کوههای کلان کلان تسیر و جاری میشه سیرا جاری شده این کوه ها را خداوند از جایش میکنه به جای میسازه تسیر و روان میشه سیرا روان شدن فویل یوم اذن للمکذبین هلاکت است در این روز برای کی؟ کسانی که ایمان نآوردن پیغمبر گفت که تو دروغ میگی برزی هلاکت است برزی جهنم چه قسم مردم هستن؟ الذین هم فی خوض اینها کسانی هستن که اینها فی خوض در باطل خوض خواستن چی میکنن؟ تو غوطه کردن را میگن غوطه زدن را فی خودن به این معنی که در باطل اینها غوطه میزنن یلعبون بازی میکنن کسانی که در باطل خود مصروف هستن و بازی میکنن یوم یدعون در روز قیامت یدعون چی معنی یدعون؟ فذلك الذی یدع الیتیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع اليتيم يوم يدعون هل دوز يكمنا چی معنا؟ بشدت وقت کس تلا میکنه ایر فذلك الذي يدع اليتيم يتيم بشدت تلا میکنه يوم در روز قیامت يدعون اینها بشدت تلا میشن و انداخته میشن الى نار جهنم و به آتش دوزخ دهن به شدت تیله شدن هذه النار التي كنتم بها تكذبون باز ملائکه یا مسئولین دوزخ برشان میگه که هذه این است النار اما آتش التي كنتم آتشی که شما بودین بها در مورد از این تکذبون شما ایمان نمیاوردین تکذیب میکردین افسحر هذا آیا این آتشی که شما میبینین آیا این جادو است؟ ام انتم لا تبصرون یا ایست که نمیبینین؟ آیا جادو است یا ایست که شما چشمایتون کار نمیکنن؟ نه جادو است اینمی عذاب است که به شما وعده شده بود خداوند جل جلاله ما شما را از این آتش نجات بده اصلوها کلمه اصلوها یعنی چی؟ داخل شوید سیصل نارم ذات لهب در سوری مسد میگیم نیم سیصل زود است که داخل شود پس کلیم اصلوها و سیصل یک مانا اصلوها شما داخل شوید به یاتش فصبرو شما صبر کنیم او لا تصبرو یا صبر نکنیم سواء علیکم براتون بالا شما برابر است داخل عذاب شوین اگر صبر میکنین یا نمیکنین هر دوش بی‌تفاوت است شما داخل شین دیگه انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بر شما تجزون بر شما جزا داده خواهد شد ما کنتم تعملون به خاطر اعمالی که میکنید این جزای شما نتیجه عمل شما است در اینجا ظلم نیست سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جهنم دار. بارك الله فيك.